سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقمندان به شعر و ادب فارسی هستید. بنابراین امشب میپردازیم به قسمت 16 از مثنوی لیلی و مجنون. خب رسیدیم به قسمت 16 و عملا بخش‌های ناراحت کننده داستان. اگر 15 قسمت قبلی رو تماشا نفرمودید، لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم، حتما تماشا بفرمایید. 3267 بیت از مثنوی لیلی و مجنون رو خوندیم که پس از 1001 اتفاق امروز میرسیم به مرگ لیلی. مجنون رسید پس از سالیان سال جدایی از لیلی به لیلی، بعد از اینکه یک بار خواستگاری کرد نشد، دو بار لشکرکشی کرد به قبیله لیلینا که لیلی رو تصاحب بکنه، نتونست. پس از اون لیلی رو شوهر دادن و پس از اون پدر مجنون فوت کرد، مادر مجنون فوت کرد و پس از هر دوی اینها شوهر لیلی فوت کرد. بالاخره در قسمت قبل رسید مجنون به چیزی که میخواست، تونست با لیلی رو در رو بشه، اما دیری نپایید که از خودش مجدداً جنون نشون داد. در قسمت قبلی مفصل به این موضوع پرداختیم که او دیگه دویی نمیدید. در اصل از مدتها پیش خودش رو در وصال با لیلی میدید، چون اصلا جسم براش محلی از اعراب نداشت. او معتقد بود اتفاقاً این جسم باعث دویی بین ما میشه. بنابراین روح من که وصل به روح توست و در پیمانه تو ریخته شده، در جام تو این شراب ریخته شده، بنابراین جسم من چه فایده که اینجا باشد یا نباشد. و پس از این سلسله گسست مجددن و سر به کوه و بیابون گذاشت، دیوانگی مجددن از خودش نشون میداد، به همون غارنشینی رو کرد. و لیلی وقتی که این شرایط رو دید ناامید شد. او پس از مدتها اسارت در بند پدرش و پس از اون در بند شوهرش ابن سلام، پس از مرگ ابن سلام 2 عزاداری کرده بود داخل خیمه خودش، چون رسم عرب بود که اگر زنی شوی مرده میشد بعد 2 عزاداری میکرد و کسی رو نمیتونست ببینه، از خیمه نباید میومد بیرون. او همین کار رو کرد در ظاهر برای ابن سلام، اما در باطن فغان برمی آورد، نفیر میکشید برای جدایش از مجنون. و پس از این دیگه مانعی نمیدید. خودش زید رو فرستاد، یک شخصیت سومی است که راجبه صحبت کردیم در 2 گذشته. زید رو فرستاد و گفت برو مجنون رو برای من بیار، دیگه من مانعی نمیبینم، امروز روز وصال دیگه. و خب وقتی هیچ مانعی هم مقابلشون نبود، مجنون اومد، یک شبانه روز کامل سکوت کرد، چیزی نگفت و بعد هم که سخن به زبان گشود ابیاتی رو گفت که در بیت قبل باش مواجه شدیم و غرق شده بود، کاملا ذوب شده بود در لیلی. و اصلا این وصال نفسانی و این وصال زمینی مد نظرش نبود و خب این لیلی رو ناامید کرد. لیلی پذیرفت این رو که مجنون دیگه نمیشه نصیب او بشه، سلسله پاره کرده و دیگه نمیشه چشم داشتی به وصال مجنون داشت. بنابراین روز به روز لیلی هم نحیفتر میشد در این غم و بالاخره خزانی در میرسه و با لیلی همون کاری رو میکنه که با برگ سر شاخ درخت میکنه. بریم بپردازیم به این قسمت. نظامی کمی برامون توضیح میده در این بخش خزان چه صفتی داره، خزان چه شکلی هست، که بعد ربطش بده به حال و احوالات لیلی. شرط هست که وقت برگ ریزان، خونابه شود ز برگ ریزان. خونی که بود درون هر شاخ، بیرون چکد از مسام سوراخ. مسام یعنی روزن. قاروره آب سرد گردد، رخساره باغ زرد گردد. شاخابله هلاک یابد، زر جوید برگ و خاک یابد. وقتی برگ رنگ زر میشه، زرین میشه، طلایی میشه، فکر میکنه به زر رسیده، وقت افتادنش باید خاک بیابه. نرگس به جمازه برنهد رخت، شمشاد در افتد از سر تخت. سیمای سمن شکست گیرد، گل نامه خون به دست گیرد. بر فرق چمن کلاله خاک، پیچیده شود چون مار زحاک. چون باد مخالف آید از دور، افتادن برگ هست معذور. چاره ای نداره دیگه، برگ خزان شده و باد موافقی نیست، باد مخالفه.
کانان که ز غرقه می گریزند، زندیشه باد رخت ریزند. اونا که فکر میکنن قرار از مرگ در برن، اشتباه فکر میکنن، این در انتها باد به دست خواهند بود از این سید. آن سبزه چرخ لاجوردی، خیری شود از غبار زردی. خیری رو قبلا توضیح دادیم، من دیگه کلماتی که قبلا به عنوان مثال در ابیات قبلی خوندم، کلاله، اینا رو دیگه من معنی نمی کنم، چون در قسمت‌های قبل مفصل هر کدوم رو معنی کردم. خیری یه گل زرد رنگ بود، میخواد بگه این چرخ رو که شما در بهار داشتید سبز میدیدیدش، حالا رنگ خیری شده، غبار زردی گرفته، رنگ گل زرد شده. روباه زره فتاده در راه، آلوده به خون چو موی روباه. نازک جگران باغ رنجور، شیرین نمکان تاک مخمور. انداخته هندوی کدیور، زنگی بچگان تاک را سر. سرهای تهیز طره کاخ، آویخته هم به طره شاخ. سیب از زنخی بدان نگونی، بر نار زند زنخ که چونی. نار از جگر کفیده خیش، خونابه چکانده بر دل ریش. کفیده یعنی شرحه شده، شکافته شده. دهقان ز خم می مغانه، سرمست شده به سوی خانه. در معرکه چنین خزانی، تو الان داشت صفت خزان رو میگفت، در معرکه چنین خزانی، شد زخم رسیده گلستانی. معرکه خزان که این گونه بود، عاشقانه به نظر میرسه اما برگریزانه، و خب گلستانی هم زخم خورده شد از این پاییز، و این گلستان یا گلستان همون لیلیست. لیلیز سریر سربلندی، افتاد به چاه دردمندی. شد چشم زده بهار باغش، زد باد تپانچه بر چراغش. باد این شعله جانش رو دیگه داشت خاموش میکرد، کم کم نحیف داشت میشد، چشم زده شده بود، انگار یکی بهار لیلی رو چشم زده بود. آن سر که عصابه های زرب است، خود را به عصابه دگر بست. عصابه سربند هست، اشاره میکنه در ابیات بعدی که او دیگه کم کم تب میکنه، داره در تب میسوزه، دیگه از این سربندها و عصابه های زرین خبر نیست، باید دستمال خیس روی این پیشانی گذاشته. گشتان تن چون گل قصب پوش، چون تار قصب ضعیف و بیتوش. نحیف شده بود، شد بدر مهیش چون هلالی. او که ماه تمام بود، ماه دو هفته بود، دیگه هلال شده بود. وان سرو سهیش چون خیالی، سودای دلش به سر برآمد، سرسام سرش به دل درآمد. سرسام معنی سردرد است. گرمای تموز ژاله را برد، باد آمد و برگ لاله را برد. تموز یعنی تابستان، این گرما زد انگار به این باغ، و خب وقتی گرما به گل میزنه، ژاله و شبنم رو از بین میبره. باد آمد و برگ لاله را برد. زان روز که یار از او جدا شد، سروش ز گداختن گیا شد. گیا مخفف گیاه هست، اینجا به معنای علف به کار رفته. میگه اون روزی که او امید بسته بود به این که قراره به وصال مجنون برسه و در کنار مجنون باشه، بالاخره بعد از سالها مجنون رو بدون هیچ مانعی در کنار خودش میدید، وقتی که مجنون دوباره سر به کوه و بیابون گذاشت و سلسله پاره کرده بود و او دیگه متوجه شد از وصال مجنون خبری نیست، از همون روز بود که سرو لیلی تبدیل به چمنزار و علف شد. همون روز این درخت تنومند خم شد، تبدیل به علفزار شد، زمین خورد. زان پیشتر ار چه مهربان بود، آن مهر یکی به صد بیفزود. چون عاشق خیش را به صد بند، دل سوخته دید و آرزومند. بر خاطرشان فراق ره کرد، سودای ورا یکی به ده کرد. اونجا فهمید کار از کار گذشته، تا کار بدان رسید که از کار، یک بار فتاد و گشت بیمار. دیگه از همون لحظه که مجنون سر به کوه و بیابون گذاشت و پشت لیلی خم شد، کم کم یک بار فتاد، افتاد اسبا و بیمار شد. تب لرزه شکست پیکرش را، تب خاله گزید شکرش را. تب خاله اثر آبله مانندی است که بر اثر تب رخ میده.
تب بر تن نازکش گذر کرد، گلگونه به گونه دگر کرد. تا الان از زیبایی گونه های او گل مینداختم و دیگه الان بر اثر شدت تب این اتفاق می افتاد. افتاد چنان که دانه از کشت، سربند قصب به رخ فروهشت. متوجه شد که داره چه اتفاق می افته. متوجه شد وقت رحیل او هم سر رسیده و به مرگ نزدیک. گفت بذار برم پیش مادرم و باش صحبت بکنم راجع به مجنون. بر مادر خیش راز بکشاد، یک بار در نیاز بکشاد. تا الان ندیده بودیم که او با مادرش درد و دل کنه، اما اینجا شروع میکنه به درد و دل کردن. که مادر مهربان چه تدبیر، کاهو بر زهر خورد با شیر. در کوچگه افتاد درختم، چون سست شدم مگیر سختم. سخت بهم نگیر، بذار حرفمو بهت بزنم. خون میخورم این چه مهربانیست، جان میکنم این چه زندگانیست. چندان جگر نهفته خردم، که از دل به دهن رسید دردم. خون به جگر شدم، جانم به دهن اومده این مدت. چون جان ز لبم نفس گشاید، گر راز گشاده گشت شاید. این شاید یعنی شایسته است. میگه دیگه جون من وقتی داره به لبم میاد، اگه این راز رو من سرگشاده بکنم برای تو، این شایسته است، دیگه نمیتونم پنهانش بکنم. چون پرده ز راز برگرفتم، بدرود که راه در گرفتم. در گردنم آرده است یک بار، خون من و گردن تو زنهار. یه بار دست به گردن من فرزندت بنداز. کان لحظه که جان سپرده باشم، و از دوری دوست مرده باشم. سرمم ز غبار دوست درکش، نیلم ز نیاز دوست برکش. میخواد بگه من رو غرق گلاب میکنید، من رو خوب میارایید، لباس زیبا تن من میکنید و من رو داخل یک کفن خونی میکنید، چون من شهیدم و باید مثل شهیدان مراسم تدفینم انجام بشه. من شهید راه عشق هستم، بنابراین من رو زیبا میارایید، چون پس از من قراره مجنون بیاد به سر خاکم و حتما با کفن خونین خاکم میکنید. سرمم ز غبار دوست درکش، نیلم ز نیاز دوست برکش. فرقم ز گلاب عشق تر کن، عطرم ز شمامه جگر کن. شمامه این بوی خوش. بربند هنوتم از گل زرد، کافور فشانم از دم سرد. هنوت یک ماده خوشبو هستون. خون کن کفنم که من شهیدم، تا باشد رنگ روز عیدم. من شهید راه عشقم. آراسته کن عروسوارم، بسپار به خاک پرده دارم. پرده دار یعنی پرده پوش، حاجب. آواره من چو گردد آگاه، مجنون رو میگه، آواره من چو گردد آگاه، کاواره شدم من از وطنگاه که از بین رفتم. دانم که زراح سوگواری، آید به سلام این اماری. میاد دنبالم. چون بر سر خاک من نشیند، مه جوید لیک خاک بیند. بر خاک من آن غریب خاکی، نالد به دریغ و دردناکی. یاریست عجب عزیز یاریست، از من به بر تو یادگاریست. میگه این یار عزیز من بوده، این یادگار من میان شماست، بنابراین خار نشمریدش. فکر نکنید دیوون است، کم محلی بهش نکنید، با احترام باش برخورد کنید. یاریست عجب عزیز یاریست، از من به بر تو یادگاریست. از بحر خدا نکوش داری، در وی نکنی نظر به خاری. آن دل که نیابیش بجویی، وان قصه که دانیش بگویی. من داشتم عزیزوارش، تو نیز چون من عزیز دارش. به مادرش میگه. گولیلی از این سرای دلگیر، آن لحظه که میبرید زنجیر. از مهر تو تن به خاک میداد، بر یاد تو جان پاک میداد. اینا رو بهش بگو. خودش که اومد با من حرفی هم نزد، چند بیت شعر خوند، اون چند بیتی هم که خوند دل منو بدتر خون کرد. اما وقتی که میاد سر خاک من، اگر دیدیش به من بگو که من به یاد او جان دادم. گولیلی از این سرای دلگیر، آن لحظه که میبرید زنجیر. لحظه مرگ از مهر تو تن به خاک میداد، بر یاد تو جان پاک میداد. در عاشقی تو صادقی کرد،
جان در سر کار عاشقی کرد. فکر نکن که لیلی زخم نخورده بود، او هم در کار عشق تو صادق بود. کام دل به ابن سلام، یعنی به شوهرش نداده بود، هم بستر نشده بود باش. احوال چه پرسیم که چون رفت، با عشق تو از جهان برون رفت. تا داشت در این جهان شماری، جز با غم تو نداشت کاری. اینا رو میگه به مادرش، میگه که به مجنون بگو. وان لحظه که در غم تو میبرد، غمهای تو را به توشه میبرد. و امروز که در نقاب خاک است، هم در هوس تو دردناک است. از بین رفته، در نقاب خاک کشیده شده، اما هنوز هم دلش تو رو میخواد. چون منتظران در این گذرگاه، هست از قبل تو چشم در راه. مرده لیلی ولی چشم به راه توست، میپاید تا تو در پیایی. سرباز پس است تا کیایی، یک ره برهان از انتظارش. درخز به خزینه کنارش، وین پند بدوده از زبانم، که جان من و هلاک جانم. زنهار نظر مدار از این پس، جز بر کرم خدا نبر کس. به مادرش میگه، به مادرش میگه که اگر مجنون، که قطعا اگر که نه، میاد سر خاک من، اگر دیدیش این پند رو از زبان من بهش بده. وین پند بدوده از زبانم، که جان من و هلاک جانم. زنهار نظر مدار از این پس، جز بر کرم خدا نبر کس. چشمت به دست کسی نباشه. نمیدونم، شاید یک کنایه هم داره میزنه به مجنون بابت جنگی که با نوفل راه انداخت با قبیله لیلی. البته لیلی خوشحال شده بود از اینکه مجنون پیروز اون جنگ بود، و خب ناراحت بود از پدرش که حیله به کار بست و نوفل رو دک کرد. اما میخواد بگه چشمت به دست کسی نباشه. اگه قرار باشه اتفاقی بیفته، باید از خدا بخوای. کسی برای تو کاری نمیتونه بکنه. زنهار نظر مدار از این پس، جز بر کرم خدا نبر کس. دیدی چو زره غلط فتادی، بر همچو خودی نظر نهادی. با عاقلی چنان تمامت، مجنون زمانه گشت نامت. دیدی وقتی کمی خودسری کردی، بر خودی نظر نهادی، با اینکه این همه عاقل بودی، همه به تو میگن مجنون، مجنون زمانه گشت نامت. این گفت و به گریه دیده تر کرد، آهنگ ولایتی دگر کرد. چون راز نهفته بر زبان داد، جانان طلبید و رفت جان داد. لیلی مرد. مادر که عروس را چنان دید، آیا که قیامت آن زمان دید. معجر ز سر سپید بکشاد، موی چو سمن به باد در داد. میگه مادر یه لحظه وقتی مرگ دختر خودش رو اینجوری در آغوش و در دستان خودش دید، انگار قیامت براش رخ داده بود. معجر برداشت، معجر یعنی روسری، و خب ز سر سپید بکشاد یعنی موهاش سفید شده بود دیگه. میگه این روسری رو کشید، موها رو بر باد داد. در حسرت روی و موی فرزند، بر میزد و روی و موی میکند. موهاش رو میکند، خنج میزد به خودش. هر مویه که بود خاندش از بر، هر مویی که داشت کندش از سر. هر مویهی که بلد بود از حفظ میخوند، ناله میکرد. هر مویی که روی سرش بود میکند. پیرانه گریست بر جوانیش، خون ریخت بر آب زندگانیش. گه ریخت سرشت بر سرینش، گه روی نهاد بر جبینش. چندان ز سرشک های خون رست، کان چشمه آب را به خون شست. چندان ز غمش به مهر نالید، که از ناله او سپهر نالید. این گونه خون گریه می کرد، بدن دختر رو انگار با خونابه دیده هاش داشت می شست. چنان می نالید که آسمون هم به ناله افتاده بود. آن نوحه که خون شود به دو سنگ، می کرد بران عقیق گل رنگ. مهراز ستاره طوق بر بست، صندوق جگر هم از جگر بست. آراستش آنچنان که فرمود، همون شکلی که لیلی گفته بود او رو آراسته کرد، آرایشش کرد، لباس زیبا به او پوشوند. آراستش آنچنان که فرمود، گل را به گلاب و انبر آلود. این گل خود لیلی است، میگه گلاب بشت زد، گلاب با گلاب شستش عمل. بسپرد به خاک و نامدش باک،
کاسایش خاک هست در خاک. اشاره میکنه به همون ماجرایی که هممون میگیم خاک سرده و تا مرده رو داخل خاک دفن نکنیم آروم نمیگیریم. میگه او هم بیباک این کارو کرد، کاسایش خاک هست در خاک. خاتون حصار شد حصاری، آسود غم از خزینه داری. خاتون حصار که خب مدت‌ها در حصار ابن سلام و قبل او در حصار پدرش بود، حالا هم در حصار قبر قرار گرفته، ولی خب آسود از غم خزینه داری. پرداخته شد حیات اونیز، بنوشت جهان برات اونیز. برات اینجا سند مرگ هست، میگه بالاخره حیات از او هم گرفته شد و سند مرگش رو جهان امضا کرد. و خب ابیات جذابی داره در این بخش. آن کیست که او ستد نینداخت، وان پر شده چیست کو نپرداخت. بازار جهان اگرچه تیز است، کاسد شده پیاده خیز است. کسی این جان رو نگرفته که بعد پرداختش نکرده باشه. این وامیست که جهان به شما میده و در انتها از شما میگیره. آن کیست که او ستد نینداخت؟ همچین خبرهایی نیست. بازار جهان اگر به نظر گرم و تیز میرسه، ولی کاسده، در انتها کاسد شده پیاده خیزه. سوار مرکب هم باشی در انتها پیادت میکنه و مدفن انتهایی هممون خاک خواهد بود. کاسد به معنی بیرونق است. قولیست جهان فرشته پیکر، تسبیح به دست و تیغ در بر. چقدر زیباستین. قولیست جهان مثل یک دیو میمونه ولی فرشته پیکره. تو دل میبندی به دنیا، تسبیح به دسته ولی تیغ در بره، منتظره که جونتو بگیره. ننشست فرشته‌ای بر این گاه، کین قول کهن نبردش از راه. این جریده ایست که دائما میچرخه، تکرار میشه. این چرخ گردون همین شکلی میچرخه، به وجود میاره و از وجود میبره. حواست باشه اسیرش نشی، فریب این دنیا رو نخوری. هان تا نفریبد این عجوزت، چون خود نکند کبود و کوزت. کوز اینجا همون کوژ هست، معربش میشه کوز، یعنی خمیده. خود این فلک خمیده است، میگه حواستو جمع بکن. این عجوزه، این دنیا، این جهان زشت کردار عجوزه که تو رو اسیر خودش میکنه، حواست باشه فریبت نده. در انتها پشت تو رو هم مثل چرخ فلک خم نکنه، کوژ نکنه. تا چاه نشد به زیرت این تخت، به گرز میان برون بری رخت. قبل از اینکه بمیری باید بمیری. قبل از اینکه واقعا جسمت دوچار فنا بشه، خودت باید دوچار فنا شده باشی، دل کنده باشی از این دنیا، و الا لحظه رفتن قرار سخت باشه برات. که این چرخ کمان لاجوردی، گردد ز تو گر تو زو نگردی. اگه تو نخوای چشم پوشی بکنی از این دنیا، اگه تو نخوای علقه و علاقت به این دنیا رو ندیده بگیری، تو رو از این دنیا بر نگردونی، اون با تو شوخی نداره، غداره، بیرحمه، اون رو از تو بر میگردونه. که این چرخ کمان لاجوردی، گردد ز تو گر تو زو نگردی. از بیخ زمین نرست برگی، کاسیب نیافت از تگرگی. ژرف است محیط این جزیره، خاکش سیه است و آب تیره. به زرق و برقش درگیر نشی، کشتی زمیان به ساحل انداز. باشد که به شهر خود رسی باز. آنجا که نهنگ جان ستان است، در خون نه، سخن در استخوان است. داره میگه این کشتی جانت رو بنداز به میان ساحل، از دریا دور شو. این دریا جاییست، این دریای زندگانی، این دنیای مادی رو میگه. میگه پر نهنگه و اگه اسیر این نهنگ بشی، سرکارت با خون و خون ریزی نیست، از اونجا رد شده، با استخونه دیگه. صندوقچه رواق گردان، غرق است به خون رادمردان. رواق اینجا این درگاه، میگه این صندوقچه این دنیا رو باز کن، خون رادمردان بسیاری، جوانمردان بسیاری رو در اون میبینی. خون میخورد و دهان ندارد، جان چون نبرد که جان ندارد. او بر همه مرده ریگ رانده، باز از همه مرده ریگ مانده. در مصرع اول که میگه او بر همه مرده ریگ رانده، مدفن شما، مسیر نهایی شما همین مدفن و مشهدی است که درش دفن شدید. شوخی با شما نداره، همتون رو میگیره این دنیا. ولی
در انتها از شما مردریک فقط میمونه. مردریک که در شاهنامه هم فکر میکنم در قسمت های اول دوم بود راجبش صحبت کردم، به چند شکل بیان میشه. مردری، مردری هم بیان میشه، معنی ارث و میراث هم متراکم. میگه شما هر چقدر هم که مال اندوزی بکنی در انتها همتون رو از بین خواهد برد، سهم شما از دنیا همون اندک خاکی است که روی شما میریزند و اون فضایی که جنازه شما اشغال میکنه. از شما هر چی هم که کسب کرده باشید فقط ارث و میراث باقی میمونه. نقشی که تراز این نورد است، زندازه آستین مرد است. چقدر دست بده داری، چقدر دنبال مالندوزی بودی. جاش تراز یعنی زینت، میگه حالا جلوتر اشاره میکنه به این. چون مرد گشاده دل در این دیر، اندیشه کند به خوبی و خیر. خارش گل و چاه تخت بیند، کان لحظه به چشم بخت بیند. میگه به اندازه آستینت رب داره، اینکه چقدر دست بده داشتی و چقدر فقط دنبال مالندوزی بودی. اگه درگیر دنیا نباشی خار و گل خواهی دید اون لحظه. وان روز که از سر ملامت، در وین گرد زروی حالت. زان بغض که در سرشتش آید، نقش همه خوب زشتش آید. خدا نکنه اسیر دنیا بوده باشی. آن را که تبع به درکشی نیست، پروای خوشی و ناخوشی نیست. تدبیر دران کند که از این چاه، در قصر بهشت چون کند راه. اونی که درگیر دنیا نیست، پروای خوشی و ناخوشی نداره، گیر دنیا نیست، اسیر دنیا نیست، اون لحظه مرگ داره فکر میکنه که این چاه نیست، من از این چاه چجوری دارم میرم و به قصر بهشتین میرسم. شب رفت و حکایت اندکی کن، یک را دو مکن، دو را یکی کن. بپیوند به معبود خودت، یکی به دو نکن. نمیتونی از این مسیر خلاصی پیدا بکنی. مرگ شطوریه که در خونه هممون میخوابه. کو خسرو و کیقباد و کو جم، رفتند و روند دیگران هم. خسرو و کیقباد و جم، جمشید هم مرد پس از 700 سال پادشاهیش. اون میره، بقیه هم میرن، کسی باقی نمونه در این دنیا. زین چه به حیل نمیتوان رست، وین در به جدل نمیتوان بست. وقتی این در مرگ باز بشه به زور نمیتونیش ببندی، با حیل نمیتونی، با لطایف الحیل، با حیله زدن نمیتونی شورتکات بزنی، نمیتونی مرگ و دورش بزنی. تمامه، وقتش برسه رفتی. کوشید جوان و رای زد پیر، نکشاد کسی این گره به تدبیر. این گره، گره مرگ با تدبیر باز نمیشه. بسیار جوانان و پیران کوشیدن که نامیرا باشن، نمیرن. نمیشه، نمیشه رهایی پیدا بکنی از مرگ. زین چارگران بادپیمای، همین جوانان و پیران که به فکر نامیرا بودن هستن رو بادپیمای میدونه. اینا در حال پیمایش بادن هستن، در این سید باد به دستن، چیزی نصیبشون نشده بود. زین چارگران بادپیمای، در کار فلک کرا رسد رای. کی میتونه پی ببره این فلک براش چی دیده. گر بنگری از گریوه تیز، حکم شبهی کنی ز شب دیز. شب دیز رنگ شب سیاه هست، میخواد کوچیک بودنمون رو نشون بده نظامی. میگه دنیا رو ببینی اینقدر بزرگیه. وقتی بری سر گریوه تیز، بری سر نوک قله، بعد بهش نگاه بکنی خیلی کوچولو میبینیش دیگه، اینقدر به چشت بزرگ نمیاد که. همه این تبرجی که میبینی امروز، تمام این برج و باروها که میبینی اینقدر برات عظمت و حشمت و شکوه دارن، برو سر نوک قله وایساد نگاهش کن، چیزی نمی‌بینی، همش براش کوچیک به نظر میاد. حالا میگه اگه پیشترت بکشه خدا، اون موقع چی؟ گر پیشترت کشد از آن دست، فرموش کنی که عالمی هست. سر نوک تپه میری وای میسی پایین رو نگاه میکنی، همه چی به چشت کوچیک و ناچیز میاد. حالا اگه بگیره بکشدت ببردت بالاتر که دیگه تازه متوجه میشی، تازه اصلا این عالمی که فکر میکردی هست که اصلا نبود. گر پیشترت کشد از آن دست، فرموش کنی که عالمی هست. با عاجزی چنین که ماییم، اسرار فلک کجا گشاییم. وقتی ما انقدر کوچیکیم، وقتی انقدر کم مقدار هستیم، انقدر قلیلیم، ما چجوری میتونیم اسرار فلک رو رازگشایی بکنیم و فکر بکنیم میتونیم راز مرگ رو هم بفهمیم و نامی را بشیم. این آب روان که بس کبود است، آبش ببراد از آب رود است. کس تشنگی آن عروس را کشت، و از آب خودش نداد یک مشت.
لیلی چون نزول در زمین کرد، دیوار خزینه آهنین کرد. جمله عرب از فراق رویش گشتند شکست دل چون مویش. همه عرب ناراحت شدند از این اتفاق، بالاخره او زبان زد بود. هر کس زپیش دریغ می خرد، افسوس نمود و آه می کرد. روزش که بهشت دوستان بود، گفتی که بهار و بوستان بود. روزه اینجا یعنی باغ و گلزار. خاکش ز شکوه و تابناکی، حاجتگه خلق شد ز پاکی. انقدر او رو پاکی می دونستن که هر کی حاجتی داشت می اومد سر مزار او. و خب مجنون خبر نداره هنوز که معشوقش از بین رفته. طغراکش این مثال مشهور، بر شقه چنان نوشت منشور. طغراکش به کسی میگن که منشور مینوشته، طغرا نویسی میکرده در دربار. شقه همینجا یعنی پاره ورق جریده عالم. نظام خودشو داره میگه، میگه این گونه مقرر شده ادامه داستان. که از حادثه وفات آن ماه، چون زید شکست دل شد آگاه. گریان شد و تلخ تلخ بگریست، بی گریه تلخ در جهان کیست؟ حالا اینکه زید بوده و در کوی لیلی اینا زندگی میکرده و به واسطه اینکه خودش هم عاشق بوده هم لیلی رو میشناخت، چون او هم عاشق بود. در قسمت‌های قبلی راجع به صحبت کردیم، از عشق خودش دور افتاده بود و سیلی این غم عشق به صورت او هم برخورد کرده بود. میگه او هم خودش شکست دل رو تجربه کرده بود. و خب وقتی که متوجه این اتفاق شد، تلخ تلخ میگریست. و خب کی هست که گریه تلخ نکرده باشه؟ کیه که عزیزی رو از دست نداده باشه؟ پوشید به سوگ او سیاهی. سوک نوشته شده البته در بعضی از نسخ. سوک معرب سوگ هست، پارسیش سوگ هست، بنابراین من سوگ رو ترجیح میدم. پوشید به سوگ او سیاهی، چون ظلم رسیده داد خواهی. آمد سوی آن حزیره جوشان، چون ابر بهارگه خروشان. وقتی که فهمید برای سوی لیلی سیاه پوشید و اومد سوی اون حزیره. حزیره یعنی مدفن، جایی که کسی رو دفن میکنه. مثل ابر بهار هم خروشان. بر مشهد او که موج خون بود، آن سوخت دل مپرس چون بود. مشهد هم یعنی همون مدفن، جایی که کسی دفن میشه. میگه مزار او که موج خون بود، اگه خاطرتون باشه با کفن خونین همون رو دفن کرد مادرش. آن سوخت دل مپرس چون بود، از دیده چو خون سرشک ریزان، مردم ز نفیر او گریزان. یعنی هنوز مجنون نرسیده راهو، هنوز زید اینجوری داره نفیر میزنه که مردم گریزان شدن. حالا صبر میکنیم تا نوبت مجنون بشه. چندان غم و درد یاد کردش، کافاق سیاه شد ز دردش. خب همینطوری که غم میخورد دیگه باید راهی میشد بره اینا مجنون بگه یه جوری. و از روزه آن چراغ تابان، بگرفت سبک ره بیابان. رفت برسه به مجنون که بگه. و خب شما تصور بکنید جای زید باشید که قراره خبر مرگ لیلی رو برای مجنون ببرید. یعنی آدم میخونه دست و پاش میلرزه که چه شکلی باید بگه اینو. آمد بر آن زراح برده، تاریک شب چراغ مرده. اصلا تعبیر زیباتر از این برای مجنون نمیتونست بیان کنه نظامی. تاریک شب چراغ مرده. گریان گریان نشست پیشش، شورید به آب چشم خیشش. میکوفت به گریه هر زمان بر، میزد ز دریغ بر زمین سر. زید مجنون که نشان رنگ او دید، وان شورش حال تنگ او دید. گفتا چه رسیدت ای برادر، که از دود نفس براری آذر. چرا اینجوری میکنی؟ چی شده؟ چرا نفس میکشی؟ شعله از دهنت میزنه بیرون، انقدر خشمگین و غمگینی؟ چی شده؟ رخساره چرا تباه کردی؟ چرا انقدر به سر و صورتت کوبیدی؟ دراعه چرا سیاه کردی؟ چرا لباس سیاه پوشیدی؟ داره شکم میکنه مجنون. گفت از پی آن که بخت برگشت. زید داره جواب میده، گفت از پی آن که بخت برگشت. حالا داره به کی میگه؟ به مجنون داره میگه بخت تو برگشته. بخت مجنون تا الان 180 درجه در طول روز در حال چرخیدن و برگشتن بوده. گفت از پی آن که بخت برگشت، و اندازه کارها دگر گشت. دیگه مقیاس همه چیز از امروز دگرگون شده وقتی لیلی نیست. آبی سیه از زمین برآمد،
مرگ از در آهنین در آمد، بارید به باغ ما تگرگی و از گلبن ما نماند برگی. ماه بهی از فلک در افتاد، سرو سهی از چمن بر افتاد. لیلی شد و رخت زین جهان برد، با داغ تو زیست هم در آن مرد. دیگه میگه به مجنون که چه اتفاقی افتاده، میگه لیلی شد، لیلی رفت و رخت از این جهان برد و با داغ تو زندگی میکرد در زمانی که حتی شوهر داشت و خب در داغ تو هم مرد. مجنون کتار خورده بردوش، کان زلزله دید ماند بیهوش. کتاره یعنی شمشیر. میگه مجنون اینه کسی که شمشیر به دوشش خورده باشه، این زلزله رو که دید اصلا دنیا پیش چشمش سیاه شد. چون صاعقه خورده‌ای برافروخت، زان برق هم افتاد و هم سوخت. یک لحظه در آن فتادگی ماند، برجست و به چرخ سر برافشاند. میگه مثل صاعقه خورده هم سوخت هم افتاد، اما انقدر این غم وحشتناک بود براش که حتی توان نداشت که در همون حال بیهوشی بمونه. بلا فاصله بلند شد و سرش رو رو به آسمان کرد، گلایه گذاری کرد که بینمکین چه شوربختیست، با سست رکابی این چه سختیست. تو چرا انقدر به من آزار میرسونی؟ رو به آسمان میکنه، میگه چی از جون من؟ من سست رکاب و چرا انقدر با من سخت نمیکنی؟ چرا انقدر بینمکی؟ اگه انقدر بینمکی چرا انقدر بخت من شوره؟ ای بینمکین چه شوربختیست، با سست رکابی این چه سختی است. این صاعقه بر گیاه ریزند، با مورچه‌ای چنین ستیزند. این صاعقه رو باید به درخت میزدی، من که مثل این مورچه نحیفم. موری و هزار دوزخ از پس، یک مورچه را شراره‌ای بس. این خواستی من از بین ببری، چرا لیلی رو از بین بردی؟ این چه صاعقه بود بر من فرود آوردی؟ خونابه به قدر جام دادن، ساغر به قیاس کام دادن. تو چه ساقی هستی که فقط غم نصیب من میکنی؟ غم رو باید اونقدر نصیب من بکنی که ساغر من جام من جا داره. چرا انقدر بیش از حد من به من میخورونی غم رو؟ خونابه به قدر جام دادن، ساغر به قیاس کام دادن. من سوخته آن چراغ گیرم، که از باد تپانچه بمیرم. من سوخته شعله شمع من باید فوت خاموش می شد. چه کاری با من می کنی؟ شمشیر کشیدنت چرا بود؟ که این پشه نه آخر اجده ها بود. اول گفت من کتار خوردم، نیازی به این سخت گیری نبود. تن خسته و جامه پاره کرده، بر وی ددگان نظاره کرده. این اصلا شرایطش به شکلی شده بود که قدیم مردم هاج و واج می موندن وقتی مجنون رو نگاه می کردن که چجوری این حیوانات وحشی رام مجنونن. اینقدر وضعیتش وخیم شده بود که این حیوانات وحشی حالا داشتن هاج و واج رو نگاه میکردن. تن خسته و جامه پاره کرده، بر وی ددگان نظاره کرده. زانگونه که او سرشک رانده، چشم همه بر سرشک مانده. یه جوری اشک میریخت، یه جوری نفیر میکشید که همه رو افسرده کرده بود دیگه. زید از پس او چو سایه پویان، و سایه او خلاص جویان. چون کوه به کوه و دشت بر دشت، گریان و جزع کنان بسی گشت. و خب دیگه مجنون راه افتاد بره سر خاک لیلی، زید هم در سایه او هم جنون می اومد. او هم کوه به کوه و دشت بر دشت گریه می کرد و جزع می کرد، زاری می کرد. زانجا که مزاج طبع را خوست، کرد آرزوی زیارت دوست. می خواست لیلی رو ببینه، از زید نشان تربتش جست، وانگه چو گیاز تربتش رست. از زید پرسید مزارش کجاست و رفت مثل سبزه در کنار مزار او رویش پیدا کرد. آمد نچنان که هم نشستان، شورید سر آنچنان که مستان. اومد سر خاک لیلی ولی نه اون شکلی که همه میان. شورید سر آنچنان که مثل مست تلو تلو خوران اومده بود سر خاک لیلی. غمگین تر از آن که باز گویند، رسواتر از آن که باز جویند. نظامی هم دیگه صحبتی نمی کنه چون اصلا کلمات قاصره، دیگه نمیتونه توضیح بده او
چگونه اومده بود؟ غمگین تر از اون چیزی که شما فکر میکنید، غمگین تر از آن که باز گویند، رسواتر از آن که باز جویند، سرکوفته و جگر دریده، موی از بون گوش در بریده، قامت زده و شکست قامت، انگیخته از جهان قیامت. چون دید جمال تربت از دور، از دور که مزار لیلی رو دید، افتاد چنان که سایه از نور، غلطید چنان که مار غلطد، یا کرم که زیر خاک غلطد، در شوشه تربتش به صد رنج، پیچید چنان که مار بر گنج. میگه همون دور که دید مزار لیلی رو افتاد، مثل سایه که در پای نور میفته افتاد و میغلطید همون شکلی که مار میغلطه خودش رو برسونه مزار لیلی. این شوشه ی تربت، شوشه این لوح مزار هست، سنگ مزار هست. میگه اومد به صد رنج خودش رو و بدبختی خودش رو رسون به این، از این چند متر راه براش چند صد فرسنگ راه بود، خودش رو رسون به لوح مزار لیلی و این ماری که دور گنج میپیچه دور مزار لیلی پیچید. از بس که سرشک لاله گون ریخت، لاله ز گیاه گورش انگیخت، خونا به جگر چو شمع پالود، بکشاد زبان آتش آلود. دهن باز کرد، کاخ چه کنم چه چاره سازم، که از درد چو شمع میگدازم، دیلم کلهیم دلستان بود، لیلی رو میگه، دیلم کلهیم دلستان بود، در جمله گیاییم همان بود. اشاره میکنه به این که من چه معشوق دلستانی داشتم، در جمله گیاییم همان بود. گیاییم همان بود یعنی زندگی و جان من بود، مایه حیات من بود. این پیرگیای دیلم آیین، از من ستدش به زخم زوبین. دیلم آیین اینجا منظور شمشیر به دست خونریزه، پیرگیای دیلم آیین جهان هستی رو میگه، میگه از من گرفتش به زخم زوبین، با شمشیر از من گرفتش. بودم گل آبدار در دست، باد آمد و برگهاش بشکست، سروی ز چمن گزیدم آزاد، دست اجلش به باد برداد. بشگفت بهاری از درختم، دردا که نگه نداشت بختم، یک دسته بنفشه داشتم چست، پاکیزه چنان که از دلم رست، بیدادگری ز من رو بودش، من کاشته بودم او درودش. ریحان رخی از جهان گزیدم، کلا به رخش جهان ندیدم. ریحان رخی بود که من در این جهان انتخاب کرده بودم و گزیده بودم برای خودم و از جهان هیچ رخی رو به غیر از رخ اون نمیدیدم. وقتی از او دور بودم آهو رو میدیدم، چشم آهو برای من، این سیاهی چشم آهو یادگاری از چشم معشوق من بود. من در تمام اجزای هستی لیلی رو میدیدم. ریحان رخی از جهان گزیدم، کلا به رخش جهان ندیدم. دزدی به در آمد از کمینگاه، ریحان بشکست و ریخت بر راه. دزبانوی من بدین سبیل است، دزبانی من بدین دلیل است. یه دزد اومد از من گرفتش. این دزبانوی من، دز معنای دژ میده، قلعه، یعنی بانوی قلعه دل من، سبیلش این بود، دزد اومد و از من رو بودش. حالا این یه بار این دزد ابن سلام بود، یه بار این دزد اجل بود. دزبانی من بدین دلیل است، برای همین من مثل دژبان و نگهبان او هستم و الان ترجیح میدم دور مزار او دزبانی بکنم. وانگاه به دخمه سر فرو کرد، می گفت و همین گریست از درد، سرش رو کرد در خاک. و خب اینا دیگه دل سنگ رو آب میکنه حقیقتا، ابیات عجیب و غریبیه. سر رو در دخمه کرده و داره با لیلی مستقیما صحبت میکنه. کی تازه گل خزان رسیده، رفته ز جهان جهان ندیده، ای باغ ولی خراب کرده، برداده ولیک بر نخرده، چونی ز گزند خاک چونی، در ظلمت این مغاک چونی. گزند خاک با تو چی کار داره میکنه؟ در تاریکی این گور چی کار داره میکنی؟ آن خال چو مشک دانه چون است،
وان چشمک آهوانه چون است؟ چون است عقیق آب دارد وان قالیه های تاب دارد؟ مجنون میگه اون لب آبدارت، اون عقیق آبدارت الان چطور حالش؟ اون زلف خوشبوی تو، اون قالیه های تابدارت حالش چطوره؟ نقشت به چه رنگ می ترازند؟ شمعت به چه داغ می گدازند؟ ترازیدن یعنی آرایش کردن. سروت به کدام جویبار است؟ بزمت به کدام لاله‌زار است؟ چونی ز گزندهای این خار؟ چون می گذرانی اندر این غار؟ در غار همیشه جای مار است، ای ما تو را چه جای غار است؟ بر غار تو غم خورم که یاری، چون غم نخورم که یار غاری؟ هم گنج شدی که در زمینی، گر گنج نیی چرا چنینی؟ هر گنج که آن درون غاری است، بر دامن او نشسته ماری است. من مار کز آشیان برنجم، بر گور تو پاسبان گنجم. میگه آره گنجی که الان در زمین دفن شدی، در غیر این صورت که این گونه نبود. خب هر گنجی هم که درون زمینه، یک ماری دورش حلقه بسته، ایبی نداره. تو اگه در زمینی، تو اگه دفن شدی، من هم مثل همون ماری هستم که بر گنج حلقه میزنه، دور تو حلقه میزنم. من مار کز آشیان برنجم، بر گور تو پاسبان گنجم. شوریده بودی چو ریگ در راه، آسوده شدی چو آب در چاه. چون ماه غریبیت نصیب است، از مه نه غریب اگر غریب است. در صورت اگر ز من نهانی، از راه صفت درون جانی. شکلی نیست که اگر من دیگه نمیتونم تو رو ببینم از خاطر من بری. در صورت اگر ز من نهانی، از راه صفت درون جانی. گر دور شدی ز چشم رنجور، یک چشم زد از دلم نه این دور. ممکن از جلو چشم من الان دور شده باشی، ولی من به قدر یک پلک زدن هم تو رو فراموش نمی کنم. چشم زد یعنی پلک زد. گر نقش تو از میانه برخاست، اگه خودت دیگه نیستی، اندوه تو جاودانه برخاست. اندوه تو در دل من جاودانه است. از ابتدا هم من از تو دور بودم، اما روح هم به روح تو وصل بود. من که از تو به یاد دل نهادم، یاد تو کجا رود زیادم؟ چون نیست غمت زیاد رفته، خواهی تو نشسته خواه خفته. فرقی نمی کنه. اصلا نگران این نباش که لحظه ای فکر بکنی من به فکر تو نیستم. من که از ابتدا دل رو به یاد تو نهاده بودم، حالا یاد تو رو من چجوری باید از خاطرم بره؟ حالا ممکنه این غم تو از یاد رفته باشه، حالا چه تو نشسته باشی چه خفته باشی، غم تو همیشه در دل منه. گر رخش تو پیش دارد آهنگ، زان است که هست پای من لنگ. اگه تو پیش دستی کردی تو مرگ، برای اینه که این پای وامونده من همیشه میلنگیده، ولی من باید زودتر از تو میمردم. رفتی تو از این خرابه رستی، در بزمگه ارم نشستی. این دنیا که خرابه است، رفتی در باغ ارم، در باغ بهشتی هستی. نگران نباش، من نیست چو برگشایم این بند، آیم به تو بعد روزکی چند. من هم دیگه نمیتونم تحمل کنم این دنیا رو. اگه قبل تو نمردم، برای پای لنگ منه. اسب تو بیشاهنگ بود، تو زودتر رفتی. تا توف زدم به گرد مهدت، خالی نیم از وفا و عهدت. توف زدن یعنی طواف کردن، چرخیدن. تا با تو در آمدن در این خاک، بادا کفنت ز خون من پاک. جاوید بهشت جای بادت، جان در حرم خدای بادت. قندیل روانت از روانی، اندوخته باد جاودانی. قندیل یعنی چلچرا. این گفت و نهاد دست بر دست، چرخی زد و دست بند بشکست. اینا رو گفت، نشست دعا کرد برای لیلی، گفت جای تو جاوید بهشت باشه، در حرم خدا باشه. این قندیل، این چلچراغ روان تو، چنان شب افروزه که یک باد جاودانی نصیب همه ما کرده. اینا رو گفت، یک چرخی هم زد، یک توافی کرد و دستبند بشکست. این دستبند شکستن یعنی دوباره سلسله گسستن،
زنجیر پاره کردن، دیوانگی کردن. برداشت ره ولایت خیش، مشتی ددگانش از پس و پیش. در رقص رحیل ناقه میراند، بر حسب فراق بیت میخواند. دیگه یه شکلی از مزار لیلی و از تربت لیلی فاصله گرفت رفت که دیگه رقص مرگ میکرد مجنون، رقص رحیل میکرد. این در حقیقت میرفت به سمت قبیله و خب طاقت هم نمیاره مجددا برمیگرده سر خاک لیلی. در گفتن حالت فراقی حرفی ز وفا نماند باقی. یعنی اصلا دیگه کلامی نبود که این بشر از فراق نگفته باشه دیگه. کسی کلامی در ذهن نداشت که بگه که این فراق رو تصویر سازی بکنه که مجنون قبل از اون نکرده باشه. میداد به گریه ریگ را رنگ، میزد سری از دریغ بر سنگ. و رهگذری نماند خاری که از ناله او نزد شراری. همینجوری که داشت میرفت چنان ناله میکرد که خار و خاشاک شراره میگرفتن، میسوختن. در هیچ رهی نماند سنگی که از خون خودش نداد رنگی. خون گریه میکرد، مسیر رو همین شکلی سنگها رو قرمز کرده بود. در هیچ رهی نماند سنگی که از خون خودش نداد رنگی. چون سخت شدی ز گریه کارش، برخواستی آرزوی یارش. از کوه در آمدی چو سیلی، رفتی سوی روزگاه لیلی. عرض کردم دیری نپایید، دوباره طاقتش تاب شد، دوباره تحملش سر اومد، دوباره دید نمیتونه، باید نزدیک لیلی باشه. راه گرفته بود بره سمت کوه مجدداً، دیری نپایید که برگشت سر خاک لیلی. و این دفعه سر بر سر خاک او نهادی، بر خاک هزار بوسه دادی. بر تربت آن بت وفادار، گفتی غم دل به زاری زار. او بر سر شغل و مهنت خیش، وان دام و دد ایستاده در پیش. او زمزم گشت زاب دیده، ویشان حرمی در او کشیده. که اینقدر گریه کرده بود مثل چشمه زمزم شده بود مجنون، و این ددگان این حیوانات وحشی هم دور او رو سفت بسته بودن که کسی نزدیک نیاد. چشم از ره او جدا نکردند، کس را بر او رها نکردند. قشنگ گذاشتن در خلوت باشه با لیلی، اجازه نمیدادن کسی نزدیک اون مزار بشه. از بیم ددان بر آن گذرگاه، بر جمله خلق بسته شد راه. اصلا اجازه نمیدادن این حیوانات وحشی کسی نزدیک مجنون و لیلی بشه. تا اون نشدی ز مرغ تا مور، کس پی ننهاد گرد آن گور. زینسان ورقی سیاه می کرد، عمری به هوس تباه می کرد. روزی دو سه با سگان آن ده، می زیست چنان که مرگ از آن به. وضعیت دیگه مجنون داشت که مردن صد بار بهتر از زندگی مجنون بود. گه قبله ز گور یار می ساخت، گاه از پی گور دشت می تاخت. در دیده مور بود جایش، و از گور به گور بود پایش. واخر چو به کار خیش درماند، او نیز رحیل نامه برخاند. مجنون احساس کرد دیگه نمیتونه تو این شرایط زندگی بکنه، یعنی داره کار به جایی میکشه که او هم رحیل نامه بر بخونه. او هم شروع کرد و از خدا خواست که جون او رو هم ازش بگیره و او رو به آرامش برسونه، که در قسمت بعدی بهش میپردازیم. در قسمت بعدی داستان تموم میشه و در قسمت 18 هم تحلیلی ازش ارائه میکنم خدمتون. در اینکه قسمت های بعدی رو هم از دست ندید، اگر کانال رو سابسکرایب نکردید کانال رو سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنارش رو هم بزنید، شبکه های اجتماعیمون رو فراموش نکنید. اگر فالو نکردید، همیشه بچه های کنار براتون نمایشش میدن، لینکش رو هم در دیسکریپشن براتون میذارم. و اگر قصد همبری با مجموعه پرژن پوتری رو داشتید، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک آیدی پی، و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک پیپل میتونید همبریتون رو به دست ما برسونید. شب خوبی داشته باشید، در قسمت بعدی هم ببینمتون. به سلامت.